أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. برندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بار دیگر همه شما را به برنامه خلاصه مزامین و موضوعات هر جز خوش آمدید میگویم. امروز خلاصه جزء نهم سفره نهم را خواهیم خواند. در این جزء مبارک تقریبا ده موضوعات مهم ذکر شده. در قدم اول، موضوع اول ادامه قصه شعیب علیه السلام است. نیمش در جزء هشتم بود، نیمش در ایجاز. موضوع دوم قصه تفصیلی موسی علیه السلام برای تسلی پیامبر صلی الله علیه وسلم که در آغاز از سورت الله فرمود فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به. خدرا درا دل تنگ نساز. موضوع سوم نه معجزات موسی علیه السلام که الله برشان داده بود بیشترش در اینجا ذکر شده. موضوع چهارم ذکر پنج نوع عذاب بر فرعونیان. موضوع پنجم اخذ عهد، پیمان الله متعال، عهد الله متعال از تمام انسانیت، از تمام انسانهای روی زمین. موضوع ششم قصه بلعم بن باعوره که یک انسان دانشمند و فهمیده بود که گمراه شده بود. موضوع هفتم سه اصل اخلاق کریمانه را بیان میکنه. موضوع هشتم معرفی سوره انفال. موضوع نوم پنج صفات مؤمنین کامل. موضوع دوم شش خطاب برای مؤمنین به صيغه یا ایها الذین آمنوا. موضوع اول ادامه قصه شعیب علیه السلام است. شعیب علیه السلام قومش را تهدید نمود که شما از بدی ها دست بردارید. آنها دست بر نداشتند، بلکه آنها تهدید کردند برای شعیب علیه السلام لنخرجنک یا شعیب، شعیب اگر میخوای که زندگی تا ادامه بدهی در همینجا چپ باش، اگر سر و صدا میکنی دعوت میتی منطقه را ترک، برو بخیر. والذین آمنوا معک من قریتنا، صرف تو را نه، کسایی که پیروی تست آنان را هم ما از اینجا بیرون میکشیم. رای دوم چیست؟ او لتعودن فی ملتنا، در هر فکر و در هر دینی که ما هستیم شما هم باید بر آن دین باشید. او لتعودن فی ملتنا، شعیب علیه السلام چی پاسخ داد؟ اول علی الله توکلنا، ما بر الله توکل میکنیم. این درس است بر یک دعوتگر، مردم که تو را تهدید میکنه توکل بر کی بکنی؟ بر الله. دوم قال اولو کننا کارهین، گفت ما را خوب پسند نداریم، نمیخواهیم که در دین شما ما داخل شویم. باز دعا کرد ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین، یا الله در ما بین ما در ما بین ای بدبختا جدایی بیاور. ملا صاحب بود روزی از روزها نماز خواند، بعد از نماز دعا میکرد ربنا افتح بیننا، مقتدیان میگفت آمین. بیچاره شاید خبر نداشته که رب رفتح چی معنا داره. بیران ایده هستن که بیچاره از دین آگاهی کامل نمی داشته باشن. سپس الله متعال قانونی دائمی خود را در مورد امتها، در مورد سرکش ها بیان میکنه. الله میفرماید که ما بار بار به شیوه های مختلف مردم را میفهمانیم تا که آنها به سوی ما برگردن، گاهی به نعمت، گاهی به نقمت، گاهی به عذاب، گاهی به نعمت. و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، چرا؟ لعلهم یضرعون، تا که برگردن.
لیکن برکی نگشتن، بدبخت بودن. الله چی میفرمایه؟ باز سزای از اونا رو ذکر میکنه، فاخذناهم بغته، ناگهان در عیش و نوش بدن الله میگه ما گرفتیم. و در دنیا امتهایی که گذشته در ادوار تاریخ دو چیز مهم برای نابودی امتها، از بین بردن امتها در قرآن کریم ذکر شده. و ما وجدنا لأكثرهم من عهد، یک که به عهد خود وفا نکردن. دوم، و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، که بدبخت بودن، نافرمان بودن. هرگاه در یک ملتی این دو مرض داخل شد، او ملت از بین میره. باز پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله چی میکنه؟ تسلی ذکر میکنه، تلق القرآن نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. اشکال نداره، دیگران هم در همین مسیر تکالیف را، زحمات را دیده بودن، تو هم که برات میرسه صبر کن. و کسانی که مخالف بودن از بین رفتن، به این معنی که مخالفین تو هم از بین میروند. موضوع دوم، قصه موسی علیه السلام به طور تفصیلی ذکر میکنه. در این صورت خیلی تفصیل شده از قصه موسی علیه السلام. موضوع سوم، معجزه که موسی علیه السلام داشت. نه معجزه داشتن، اول عصا، دوم ید بیضا، سوم قحط، چهارم کمی میوه ها، پنجم طوفان، ششم ملخ، هفتم قمل، هشتم ضفادع، نوم خون. این معجزه به این طریق بود که وقتی که آنها نافرمانی کردن فرعون و اطرافیانش به سبب دعای موسی علیه السلام، الله متعال این چیزا را برش عطا کرد. یک نوع عذاب بود، یک تعدادش بالای قومی فرعون. از فرعون موسی علیه السلام تقاضا کرد. چه تقاضا کرد؟ فارسل معی بنی اسرائیل، چون که در آغاز در مصر نبودن بنی اسرائیل، به قحط دچار شدن، در اطراف بودن، به مصر آمدن، ایده زیادی در آنجا زندگی میکردن، غلام بودن. موسی علیه السلام از فرعون مطالبه کرد که قومی مرا به غلامی مگیر. از این معلوم شد که برای نجات قوم کار کردن ای کاری پیامبرانه است. وقتی که موسی علیه السلام ای تقاضا را که کرد، فرعون از او معجزه خواست. قال ان کنت جئت بآیه فاتی بها ان کنت من الصادقین. دلیل بیا، تو میگه پیامبر هستم، قوم مرا به همراه ما بفرست، دلیل چی داری؟ موسی علیه السلام فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین. عصای خود را انداخت، از یک اژدهای بزرگ جور شد. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. دست خضرا در زیر بغل خود گرفت، دست سفید، بدون کدام تکلیف. بعضی همه باشه که سفید است، تکلیف داره، مشکل داره، که موسی علیه السلام مشکل خونه داشت. بعضی مفسرین مانند طبری ابن کثیر از ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده، هرگاه که میگه فرعون ای وضعیت را که دید، در تخت نشسته بود، از تخت خیز زد، ترسید، گریخت. فرعون فورا درباریان خود را صدا کرد، وزرا وکیل صاحبا را صدا کرد، مشوره کرد که ما چی باید بکنیم چی نکنیم، مشوره خود را خواست. به این نتیجه رسیدن، اونا این برشان این مشوره را داد که خود ترا خراب میکنه، او این ظهره فی الارض الفساد، در زمین فساد میکنه. طیب موسی را میگذاری، قوم یزیر را میگذاری که خود سران هر کاری بکنه؟ نه نه نه، گفت این جادوگر است، در مقابل از او باید جادوگر را جب کنیم. قالوا ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین یأتوک بکل ساحر علیم. هر جادوگری که قوی است، نیرومند است، توان است، جمع کنین. اون بوده که جمع کردن. در یک روز معین فرعون، اطرافیان فرعون، تمام مردمی که در آنجا موجود بود، مقابله شروع میشه. بنی موسی علیه السلام جادوگر میگه القی،
شما بیاندازید عصایتون رو، میگن شما بیاندازید. مفسرین می نویسن که اینمی ادب جادوگرا برای موسی علیه السلام باعث ایمانشان شد. یعنی زی معلوم میشه که به ادب محروم گشت از فضل رب. انسان باید مؤدب باشه. خلاصه این که آنها هم انداختن، وقتی که آنها جادوی خود را نشان دادن، موسی علیه السلام به حکم الله عصای خود را انداخت. عصای موسی علیه السلام انداخته شد، چیزی که جادوی از اینا بود همگی چیزی که بود در اونجا قرد کرد. جادوگران فهمیدن که جادو نیست، این چیزی دیگری هستن، چون که هر کس در هر بخشی که کار میکنه از حقیقت از اون بخش آگاه میباشه. و القی السحرة ساجدین، که دید نه این جادو شده نمیتوانند، همگی به سجده افتیدن. به یک صدا گفتن آمنا برب العالمین، قالوا آمنا برب العالمین، گفت ما ایمان آوردیم. فرعون که وضعیت دید گفت ما چی میخواستم چی شد؟ تهدید میکنه. قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لكم، بدون اجازه من چرا کار را انجام دادید شما؟ تهدید کرد، لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست و پاتان را قطع میکنم. گفت بک وما تنقیم منا الان الا ان آمنا بآیت ربنا، جرم ما چیست؟ ما صرف ایمان آوردیم، ما دیگه جرمی نکردیم. و امروز هم در یک تعداد کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی، یک تعداد مردم که زیر شکنجه و ظلم قرار میگیرد، جرمشان چیست؟ ایمان است. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، جرمشان صرف ایمان است. ملت مظلوم فلسطین جرمشان چیست؟ ایمان است. ملت مظلوم برما، عراق، سوریه و تمام کشورهای دیگه برای مسلمان ها که ظلم صورت میگیره، صرف جرمشان ایمان است. فرعون تهدید کرد، گفت هر چی که میکنی بکن. در سوره طه الله فرمود فقضی من تقاض، فرعون هر چی که دست میام کار بکن. وقتی که فرعون قبول نکرد، فرعون را الله به عذاب دچار کرد. دیجا عذابی که برای فرعونیان قبل از اینکه غرق شوه ذکر میکنه، عذاب اول طوفان بود، هر طرف طوفان، تا که مردم براه بیایه، تا که مردم درک کنه بفهمه. بلکه یک تعدادی گفته بودن که موسی برای ما دعا بکن، اگر لئن کشفت ولما وقع عليهم الرز قالوا یا موسی ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن کشفت عنا الرز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فرعونیان تعهد کردن که تو دعا بکنی عذاب از ما دور شوه، اینی مشکلات از ما دور شوه، ما ایمان می آوریم. الله میگه وقتی که موسی علیه السلام دعا کرد مشکلات دور شد، عذاب آنی که موقتی که آمد دور شد، اینا باز اینا کفر کردن. یک عذاب طوفان بود. موضوع چهارم هم امین است. پنج نوع عذاب برای فرعونیان که نازل شده بود را ذکر میکنه. اول چی بود؟ طوفان بود. الله متعال طوفان برای زنا روان کرد. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. عذابی دوم چی بود؟ ملخ بود. همه جا را ملخ گرفته بود. تمام درخت ها و تمام کشتی که داشتن از بین برد. عذابی سوم چی بود؟ قمل. قمل کرمی که میگه تمام انواع غله و گل و کشت هر چیزی که از بین بره اون قمل گفته میشه. دیگه عذاب چهارمشان ضفدع قورباغه. در هر جا به اصطلاح بعضی مردم قورباغه میگن، در هر جا که بود، در هر جا که میدن، در زیر لیاف، در خانه، در هر جا پیدا شده بود. و عذاب پنجم خون و دم. آب را که میگرفتن داخلش خون، غذا را که میخواستن بخورن داخلش خون، همه جا را خون گرفته بود. دیگه الله متعال از این بدبختی همگی ما شما را نجات بده. آنها تعهد کردن که ما ایمان میاریم که نیچه از ما دور شد، دور شد باز ایمان نیاوردن. الله میفرمه به طور خاص برای کسانی که در آن زمان بود قوم موسی علیه السلام، برای بنی اسرائیل میگه یک نعمت خاصی برای شما معطا میکنم، چیست؟ نجات از فرعون. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. چی ظلمی بود که بر علیه بنی اسرائیل نمیشد.
الله میفرماید فانتقمنا منهم ما انتقام گرفتیم از کی؟ از فرعون. چرا که ظالم بود. این قانون الهی است، هر ظالم ولو که مدتی بگذره باز هم از انتقام الله، از گرفتی الله نجات یافته نمیتوانه. ما مشاهده میکنیم چه قسمی که اکتیار ظالمای ما میقسم بودن در انتقام الله که آمدن از بین رفتن. فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا، الله میگه ما در بحر آنها را غرق کردیم. و كانوا عنها غافلين، التي دومی غرق شدن آنها غفلت است. از این معلوم میشه که غفلت یکی از اسباب هلاکت و غرق شدن انسان است. انسان نباید غافل باشه. باز الله برای موسی علیه السلام تورات میده برای اینکه بهتر زندگی کنن، خوشبختانه زندگی کنن. وعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. بكوي تور رفت تورات باخد آورد. وقتی که رفت آمد بجای این که مردم به سوی راست حرکت کنن گوساله را پرستش شروع کرده بدن. واتخذ قوم موسى من بعدهم من حليهم عجلا جسدا له خوار. خیلی عجیب بدبخت قومی بود، در قدم قدم از را بیرا می شدن. دوم عادتی که داشت این بود که وعده می کردن، وعده خلافی می کردن. سوم به احکام الهی استهزا می نمودن. چهارم از تأویل و تحریف باز نمی آمدن، همیشه کارشان بود. پنجم برای جنا حکم شده بود که در وقتی که در بیت المقدس داخل می شوید و قولو حطتون، اونا برعکس گفتن حنطتون، یا گفتن در حالتی سجدن، در حالتی عاجزانه داخل شوید، اونا کلمه دیگری گفتن. ششم برای زنا گفته باشه که در روز شنبه صرف شما چی بکنین؟ عبادت میکنین. دیگه اونها در آن روز باز شکار شروع کردن. هفتم برای زنا کوه طور استاده کرده شد، از اونا عهد گرفته شد که به عمل بکنین به تورات، لیکن بازم از وعده خود چی کردن؟ انکار کردن. موضوع پنجم اخذ عهد از تمام انسان ها که الله متعال گرفته. و اید اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم الستو بربکم، الله چه عهد گرفته؟ الستو بربکم، من پروردگار شما نیستم؟ همه گفته بدن بله هستی. قالو بلا. در حدیث میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمه که الله متعال ارواح همه انسان ها را مانند یک ذره مرچه خرد از اونها عهد گرفته بود که من پروردگار شما نیستم. همه گفته بودن که ما بله شما هستین پروردگاری ما، لیکن بعدا باز زهد خود چی کردن؟ گشتن. موضوع ششم واقعی بلعم بن باعورات در بعضی تفسیر ذکر شده که یک شخص عالم و فهمیده بود، دانشمندی بود، لیکن به خاطر پول، به خاطر متاع دنیا از راه بیرا شد. واتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. بدبخت شد. از این معلوم شد که علمی که در آن عمل نباشه انسان را نجات داده نمیتوانه. لو کان فی العلم من دون التقى شرف لکان اشرف خلق الله ابلیس. اگر علم بدون عمل شرف و عزت می بود، بدون تقوا عزت می بود، باز ابلیس از همه کرده در قدم اول، در قدم نخست قرار می داشت. عالم بود عمل نداشت. الله متعال از علم به عمل همه گیلا حفاظت کنم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. الله متعال بس کسانی که کفار، کسانی که بدین هستن، کفار هستن، برای زنا الله ذکر میکنه اولئک کالانعام. قبلا خوب به عمل ذکر کرد، آلی علمم نداره، عملم نداره، هرچز از هر دو محروم است. میگه اولای که کل ارام مانند حیوان هستن. کافر را به حیوان تشبیه داده. چرا؟ کافر مالک که خود را نمیشناسه، حیوان مالک خود را میشناسه. حتی بعض علما می نویسن که اگر انسان کدام عادتی که سگ داره، سگ امو عادت انسان به خود بگیره ولی خودم جور میشه از او. هیچگاه سگ در خانه مالک خود را ترک نمیکنه، با وجودی که گرسنه باشه، با وجودی که تشنه باشه، با وجودی که لت و کوب شوه، لیکن انسان بندکترین و جزویترین یک چیز در الله را ترک میکنه، کافر میشه، بدین میشه.
آیا سگ از او بهتر شده نمیتونه؟ ظاهر است که بهتر است. سگ حیوان حلال و حرام را تمیز نمیکنه، نمیفهمه. کافر هم همچنین نمیفهمه که از مس از دیگر است، حلال و حرام را تمیز نمیکنه. الله میفرماید اینا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. گوش داره، الله میگه گوش نداره، چرا که حق را نمیشنوه. چشم داره، الله میگه کور است، بخاطر که حق را نمیبینه. قلب داره، دماغ داره، الله میگه نه، بخاطر که به حق رجوع نکرده. دنیاست سوال پیدا میشه که با وجودی که کافر است همه چیز داره، بهترین مادیات در روی زمین در کشورهای کفری است، الله میگه چرا شما فریب میخرید؟ سنستدریجهم، اینا میگه استدراج، شما چرا به خاطر چیزی اندکی از دنیا، متاع دنیا، چرا فریب میخرید؟ این خو اصل نیست مادیات. اگر اصل می بود پیامبرا همه چیز را می داشتن، پیامبرا زندگی خیلی مرفع می داشتن. صحیح است این چیزا باشه، یک نعمت است، خوب گپ است، لیکن نباید به خاطر متاع دنیا انسان ایمان خود را از دست بده. بعضی موضوع قیامت را ذکر میکنم. قیامت یک چیزی است که علم از او را فقط الله متعال می داند. یسالونک عن الساعه قل انما علمها عند ربی. پیغمبر که پیغمبر است نمیفهمه که قیامت چه وقت می آید. وقتی که پیغمبر نمیدونه، به علم غیب آگاهی نداره، دیگرها چه قسم میتونه که کارا را بکنه؟ یک تعدادی هستن گم شده را پیدا میکنن. انا لله و انا الیه راجعون. موضوع هفتم، سه اصل اخلاق کریمانه را ذکر میکنه. اول عفو، خذ العفو. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. معاف کنید. یک قاعده کلی است که به خاطر انسان خوب زندگی داشته باشه، چی در فامیل، چی در جامعه، چی در اداره، در هر جایی که است. عفو انسان چی میکنه؟ به یک جایگاه میرسانه. دوم و امر بالمعروف، به نیکی حکم کردن. این اخلاق کریمانه یک انسان است که به نیکی تو را حکم میکنه، به این معنی که خیرخواهی توست. اگر خیرخواه نباشه تو را نمیگه که چنان بکن چنان نکن. سوم و اعرض عن الجاهلین، وقتی که تو برای مردم دعوت میتی احتیاط می باشه، جاهل است، سر و صدا میکنه، جنجال میکنه. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و در آخری سوره آداب قرآن را ذکر میکنه و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. در آغاز سوره موضوع قرآن بود، عظمت قرآن بود، در آخری سوره و انصتوا لعلكم ترحمون. سیمای قرآن، گوش گرفتن به قرآن باعث ازی میشه که رحمت خدا را به توی خود جلب میکنی تو. موضوع هشتم سوره انفال به اعتبار نزول 88 است. سوره مدنی است، 75 آیه داره، 10 رکوع داره. چون که در این موضوع مال غنیمت ذکر شده، به همین علت نامی ازی انفال گذاشته شده. در این هم مانند دیگه سورت های مدنی احکام شرعی بیان میشه، به طور خاص جهاد فی سبیل الله. این سوره بعد از غزوه بدر نازل شده که یکی از غزوه مهم بود. در آغاز این سوره موضوع نوم ما پنج صفت مسلمان کامل الله ذکر میکنه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. از الله میترسه، خشیت در دل ازو میباشه. صفت دوم و اذا تلت عليهم آياته زادتهم ایمانا. قرآن باعث زیادت ایمانی وای میگرده. کسی که به قرآن خواندن ایمانش زیاد نشد، به این معنی که او تاثیر نکرده. سوم صفت و علی ربهم یتوکلون. مسلمان به کی توکل میکنه؟ به پروردگار خودش. صفت چهارم الذين يقيمون الصلاه. مسلمان نماز را ترک نمیکنه. صفت پنجم و مما رزقناهم ينفقون. غم دیگر را میخره، میمزار مرد پول ازمه نمیگه که هر چیز که آورد برای خود. امروز در جامعه که ما زندگی میکنیم، اگر مردمانی ثروتمند ما، مردمانی سرمایدار و پولدار ما غم فقیر ما را بخره، هیچگاه در جامعه فقر باز نمیایه. در سوره انفال موضوع دومی که در جز ذکر میشه، شش خطاب است به صیغه یا ایها الذین آمنو. مسلمانان را به طور خاص الله ذکر میکنه. خطاب اول یا ایها الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. مسلمان بی غیرت نمی باشه، مسلمان غیرتی می باشه. وقتی که در مقابل دشمن استاد شد فرار نمیکنه،
اگر فرار کرد به این معنا که ایمانی از او چارجش که ضعیف است، کم است. خطاب دوم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم. هرگاه که الله و رسولش به یک موضوع شما را دعوت میده، حکم میکنه، بدون چون و چرا، بدون سر و صدا، بدون تعلل، فوراً باید به او انسان چی کنه؟ جواب بده. این صفت یک مسلمان است، این خطاب به خاطر یک مسلمان است. اذا دعاکم لما یحییکم. خطاب دوم که ذکر شد، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. خطاب سوم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه انتم تسمعون. از الله و رسولش فرمان برداری کنید، خلاف فرموده الله و رسول زندگی نکنید. خطاب چهارم، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. خیانت نکنید به الله و پیامبرش و به مسلمانان، باید شما خیانت نکنید. خطاب پنجم، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. تقوا اختیار کنید، از الله بترسید، هر رای بند را الله باز برای شما باز میکنه. خطاب ششم، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فثبتوا واذكروا الله. ای مسلمانا، هرگاه که در مقابل دشمن شما قرار داشتید، فثبتوا، ثابت قدم بمانید. لیکن در زمان رزم و در زمان جنجال، واذكروا الله، الله را یاد کنید، کثیرا، زیاد. وقتی که در حالت جنگ و مبارزه تو الله باید از یادت نروه، در دیگه حالت باید به طریقه اولا از یادت باید الله نروه. همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرده، یا الله برای من زبانی نصیب کن که همیشه به ذکر تو تر باشه، ولی لسانا ذاکرا لعلکم تفلحون. کثرت ذکر باعث فلاح و رستگاری بر انسان میشه. دری سوره مبارکه، دری جز نو ما شما خواندیم، خصوصا در این سوره احکام عجیبی، احکام مهمی را برای ما ذکر کرده. الله میفرماید که کسانی که با چنین صفات موصوف باشه هیچگاه شکست نمیخورن، کسانی که اطاعت الله و رسول را بکنن، کسانی که به فرمان الله و رسول همیشه لبیک بگوین هیچگاه ناکام نمیشن، کسانی که در دین در دنیا برای مسلمان ها خیانت نمیکنن، کسانی که با تقوا مزین میسازه خود را، متقی میسازه، کسانی که همیش الله را یاد میکنه حتی در حالتی وخیم مبارزه و جنگ و جهاد، کسانی که در صفشان اتحاد باشه، کسانی که در میانشان تنازع و اختلاف نباشه، اینها مردمانی میباشن که هیچگاه کسی اینها را نتوانسته که شکست بده، بلکه همیشه در هر جا اینا کامیاب و سرفراز بودن و میباشن. الله متعال همین صفات را در وجود ما خلق کنه، بیافرینه. الله متعال همگی ما شما را بر اسلام، به قرآن ثابت قدم نگه داره. تا برنامه بعدی همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.